و بعدم میاد تو ایران باز تمام زیر نظر اینه. خودی داره میگه شما میبینید خواهید دید افرادی مثل همین خاتمی. آخه من خیلی چیزی مهمتر دارم، خبر دارم. مثلا قدیم ما اون سالها با میبودی که مصاحبه میکردیم سال 95 96 یک مسرار موارد میگفتیم که موجود هم هست، ولی کوگوش شنوا من همون موقع اینا رو گفتم. حالا استاد شرفشاهی، این آقای ظریف که خودش ادعا میکنه که گزارش های خاورمیانه تشکیلات سروت رو ایشون امضا میکرده و بعد آقای کیان که خودش رو رئیس بخش این تشکیلات در ایران میدونسته و خود رژیم هم میدونسته، اینم خودش این اعترافات رو میکنه. من از شما خواهش میکنم با دقت مردم، مهربان یاران، با دقت این ویدیویی که پخش میشه بشینید گوش کنید، چایی نخورید، از اتاقتون بیرون نرید، نوت بردارید، خوب گوش کنید تا بفهمید کجای کاریم و شما کجایید. میبینیم ویدیو رو کارگردان عزیزم. و این گزارشی هم که الان میبینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه نده هم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست، تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده، نه نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد